نام خدا عرض سلام و مهر و محبت دارم محضر همه شما بیننده های عزیز برنامه عصر حریوا بخش کاروبار در خدمت شما ایزان هستیم. دوست عزیز، امروز آمدیم به یک نانوایی و میخوایم که صحبت های داشته باشیم راجع به کاروبار نانوایی ها و افرادی که کار و کاسبی خبازی دارن. با ما باشید. بیننده های عزیز، در کنار یکی از خبازان عزیز قرار داریم، در نخست با ایشان معرفی میشیم. سلام، میشه خور معرفی بکنیم؟ سلام و عرض ادب احترام تقدیم به شما و بینندگان عزیز. یکی از خبازان شهر هرات. نام شما چی هست؟ نام خورم بگیم. نام دیگه کوچیک شما نام آقای برادر سیدی، سیدویت سیدی. آقای سعیدی، راجب به کاروبار صحبت بکنیم که این روزا چگونه هست؟ نان میگیرن مردم یا نه؟ نان خوب میگیرن دیگه، یک حسابی هست که چیزی اقتصاد مردم ضعیف هم هسته، یک هم به حساب آرد و بارد اینام گیرونه دیگه، کما که ما مشکل داریم حتی به حساب نون و یک هم به حساب اقتصادی پول و همی پول هم یک چیزی هست که مردم هم یک وضعیت اینا خرابه دیگه، تقریبا نمیتونن، توانایی ندارن که مثلا نون رو بخرن. منتها نانوایی یکی از کاسبی هایی هست که همیشه مشتری ها خورداره، به خاطر که نان از جمله نیازهای اساسی مردم هست، داشته باشن و نداشته باشن مجبور هستن که نان بگیرن دیگه. شما دیگه گلایه و شکوه نکنیم دیگه که کاروبار ما خوب نیه. دیگه نمیتونیم ما بگیم که کاروبار ما خوب نیه، از خوش و فضل خدا شکر داریم به هر حالتی، ولی یک چیزی هست که به حساب مردم زیاد خرابه اقتصادی، مفهمیدیم مردم که مثلا روز یک سدی مثلا درآمد داره باز میه مثلا یک نون میخره، واقعا جای کم تعصبه. چند سال هست که نانوا هستید؟ تقریبا حدود شاید امکان داره 35 سال میشه. 35 سال. خود شما چند سال این بعد؟ خود من تقریبا شاید 40 باشم، 40 دیم 40-42 ساله و 35 سال نانوا بودیم، یعنی از سن 7 سالگی 8 سالگی شروع کردین دیگه کار. داخل همین کسب بودیم. 35 سال یک عمر زیادی هست. چگونه شد که به کار نانوایی آمدیم؟ دیگه ایتی بود که ما به حساب همیت وقت به حساب او طالبا بیدر دیگه شروع تو کری که من که چی بود ضعیفی دیگه، ما همین به حساب پدرم و همین کسب دیشتم، ما داخل همین کسب آمدیم دیگه. منتها خوب جوان ماندیم. خوب 42 سال یعنی نمیه به شما، هر کی ببینه فکر میکنه در حد 32-33 سال بیشتر سن نخوادش. راز جوانی شما چی است؟ میشه بریم ما بگیم؟ والا راز جوانی باید چیزی هست که دیگه باز ما کما که حساب کم شوختر و کم خوش طبیعت تر معلومه به حساب خود. آدمایی که امو طب شوخی داشته باشن جوانتر میمانن نسبت به دیگر افراد، یعنی راز موفقیت شما مو طب شوخ شما هست، تنور نیه دیگه. نه دیگه این تنور خوبی از ما مشکل و چیزی نیه، این چیزی از ما مشتری هر رقم مشتری اینجی میایه هر گپ رو گفته میزنه، خب باز ما باید تو من ملعی میخواد این رفتار میکنیم. بله، در کنار هنر نانوایی دیگه هنر هم یاد داریم یا نه؟ ما دیگه در اصل پیش از این که به حساب یک چند وقت او طالب های کامده پیش از این ما به ایران بودیم، تعلق خود ایران هم هست دیگه، باز همینجا گفت ما کسم ما اول خیاطی بود، باز بعد از او با غلیم بیفی بود دیگه، باز همین وقت طالب ها که بیشتر قصه کردم و شما گفتم که به داخل هم نینوی افتادیم، طالب همین نینوی هیه. ما افغان ها معمولا چندین هنر رو بلدیم، یکی از ویژگی هایی که افغان ها دارن و دیگه مردم ندارن. از آرد صحبت بکنیم که قیمت ها فعلا چگونه؟ آرد دیگه تقریبا روز بروز بالا میره دیگه، من فعلا که ما میسونیم 2800. بله، بعد هر گونی آردی که میگیریم به چه تعداد نان میده؟ دیگه این تصابی هست که تقریبا امکان داره 350 تایی بده. 350 تا یعنی 3500؟ بله.
3500، بعد شما آردر میگیریم به 2800، یعنی از هر گونی تقریبا برای شما میمونه 700 افغانی. و نول باز ما پا عزیز مثلا سوخت داریم، پا عزیز مثلا دیگه چیزایی که هست به داخل از اون نمک، پولی، خمیر مایه اینا میخوره. دیگه باز ما این مصارف هایی که همه جمع میزنیم باز هم حقیقت رستی فعلا چیزی نمیم. خب روزانه به چه تعداد نان شما اینجاگ آماده میکنیم بعد میفروشیم؟ دیگه باز هم برخورد نداره طریق بازار، بعض وقتا سعی میکنیم مثلا 500 تای، بعض وقتا 300 تای، بعض وقتا پیشتر میشه، دیگه برخورد نداره اون مشتریه دیگه. حالا اگر روزانه دو گونی بگیریم میشه 1400 افغانی، 1400، 400 مصارف دیگه و اینا، 1000 افغانی روز کار میکنیم دیگه. خب دیگه قذر شما سخت نگیریم دیگه. تی چیزی هست که فعلا خود میمجگار امروز 500 شاگر بساب از منه، بساب 500 شاگر دیگه ما در روز 1000 روی پیمگار ما بساب معاش خوره. سیدی کار نانوایی آسان هست یا نه؟ نه یار، حقیقت من همیده که خود من داخل دیگه کسبا که بدیدم و برفتم از این کسب سخته دیگه کسب نی. خیلی هم رنج داره، هم البته جلو که میگفتن هم رنج و هم گنج، فعلا حالا رنج و هست گنجی نیه. باور کنیم خیلی گرمه. خب اینجی تنور هست، اما آتش زو، اما حرارت زور من احساس میکنم، اما الان عرق کردم. خیلی کار شما به این اندازه با فاصله نزدیک هستیم و بالاخره گاهی اوقات دیگه دست و پا ما میت داخل خار رفت. خب و این حرارت هم خصوصا در ماه مبارک رمضان خیلی شای شما رو آزار بده یا نه عادت کردیم؟ حقیقت ما روزه که ما 100% ما بیشتری افتا بعض جا که میشه این ما روزه فعلا دیگه کار کنسل میکنه، میگم که عبادت کنیم، اگر نیکه در اصل خودم این کارم عبادته بازم میگیم عبادت کنیم بیتره دیگه. باز اگه عبادت کنیم بابا پلی و از این عبادت این کار ما باز سقیل نمیشه. خمیر و زواله به گردن منه دیگه، من ساعت 3 بجه شوی میام خمیر میکنم، 5-5:30 خمیر آماده میشه، بعد از شروع به زواله میکنم، زواله که کردم 4-5 لسته که زواله کردم اینجا میبرم باز کلیفه شروع به پختن میکنم. نگه نمی کار منو و تاشم ساعت 3 بجه شب میاین، بعد خانه به شما نمیگن که چی وضعیتی هر شب ساعت 3 میری؟ والا چرا، خب از امروز دیروز نیه دیگه، کار ما همی بوده، از پدر ما مونده بره ما همی کار عادت شده بره ما دیگه. تقریبا از این سه بجه شب که ما میایم تا ساعت 8-8:30 شب همی جگاهی. سه بجه شب که میایم به مسیر راه تاریک هم هست، نمی ترسیم یک شب بالاخره بگیم که یک حیوانی برد ممشی یا دیگه مسائل؟ والا خود چرا بیتو آدسه ها بشده دیگه، باز حداقل یک چوبی یک چیزی با خود داریم. یعنی چرا یک وقتا شده، همی چند شب پیش هم سگا 4-5 تا برد میشده و به زمین خوردم بده باز که دیگه هست یاد حساب میشه دیگه، چاری هم نیه دیگه، مجبوریم. دیکن هم شب گرمه که اگر خوشیم با دیکن گرم نمیشه خوشده دیگه. از اون خونه باسکل داریم، وسیله داریم، میایم به اینجگاه میایم دیگه، یعنی کار خور ادامه میدیم همی تفلا. از خمیر صحبت بکنیم، روزانه به چه اندازه شما خمیر میکنیم و چگونه خمیر میکنیم؟ ما روزانه تقریبا فعلا روز دو بوجی، یک نیم بوجی، دو بوجی میشه. اینا دیگه هر یک دم خمیر نمیکنیم، تقریبا سه خمیر، چهار خمیر به خود جور میکنیم، اما آرد پیوانه میکنیم و اما روگی پیوانه خود کار خور شروع میکنه. چون به حساب از اون نمک میخوره، خمیر مایه میخوره، پولی میخوره، اگه زیاد هم بشه خراب میشه، اگر کم هم بشه آماده نمیشه خمیر، اما سیستم باید آماده کنیم.